خب سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل گپ اسپورت، جایی که ما توش فقط در مورد فوتبال صحبت میکنیم. بچه‌ها این ویدیو اومدیم تا در مورد شب اول مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان صحبت کنیم و در مورد اتفاقات و حاشیه‌های مهمی که تو این بازی رخ دادن صحبت کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یادتون نره که اگه شما مثل ما عاشق فوتبال هستین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون بی خبر نمونید. خب همونطور که گفتم، ما دیشب یه شب فوق کلاسیک دیگه از لیگ قهرمانان داشتیم، جایی که تیم‌های مطرح و بزرگ اروپایی روبروی هم قرار گرفتن و یه شب خاطرانگیز دیگر رو برای همه هواداران فوتبال رقم زدن. اما از بازی روز اول، یعنی سه‌شنبه شب شروع کنیم، جایی که سیتی و اتلتیکو دو تا از شانس‌های قهرمانی این فصل روبروی هم قرار گرفتن. خب سیتی مثل سال‌های قبل از اول فصل پرقدرت شروع کرده فصل و هم توی لیگ برتر انگلیس، هم توی جام حذیف انگلیس و هم توی لیگ قهرمانان اروپا جزء بخت‌های اول قهرمانی هستن. اونا الان بالاتر از لیورپول توی سر جدول لیگ انگلیس قرار دارن و توی لیگ قهرمانانشون با اینکه با تیم پاری سن ژرمن، تیم قدرتمند و پرستار همگروهی بودن، تونستن به عنوان صدرنشین صعود کنن و بعد از یه برد پرگل دیگه مقابل اسپورتینگ لیسبون به مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کنن. و اتلتیکویا که اونا این فصل خیلی مطمئن شروع نکردن، اما هر چقدر که گذشت تونستن به خودشون بیان و همون اتلتیکو همیشگی رو به نمایش بذارن. اونا توی گروه مرگ افتاده بودن مثلا توی لیگ قهرمانان اروپا، با حضور تیم‌های مثل میلان، لیورپول و پورتو کار بسیار سختی داشتن برای صعود کردن. اما خب این اتلتیکو بود که تونست جواز صعود به مرحله بعدی به دست بیاره. اونا توی مرحله بعدی هم با یه حریف قدر و نامی دیگه روبرو شدن، یعنی منچستر یونایتد، تیمی که بعد از مساوی گرفتن توی خونه خودشون توی اوترافورد تونستن یکیشونا رو شکست بدن و با سختی خیلی زیادی تا الان به این مرحله رسیده بودن. اما نتونستن از پس سیتی بر بیان و منچستر سیتی به بازی مسلط دیگه رو از خودش به نمایش گذاشت و تونست با تکل کوین دی بروینه ستاره بلژیکی خودش یکیش از صد اتلتیکو بگذره. البته بازی حاشیه زیادی هم داشت. بعد از بازی خیلی‌ها به تاکتیک فوق دفاعی اتلتیکو و سیمونه اعتراض کرده بودن و اینکه توی کل بازی اتلتیکو حتی یک شوت توی چارچوب هم نتونست بزنه و تقریبا اونا کل 90 دقیقه رو با 11 نفر توی محوطه جریمه خودشون مشغول دفاع کردن بودن، که البته خب نمیشه ایراد گرفت، همه میدونن که اتلتیکو سال‌هاست این سیستمی رو بازی می‌کنه و دیگو سیمونه هم یه تاکتیک مختص به خودش رو داره و از اینم نمیشه ایراد گرفت، بالاخره هم مربی سبکی داره و همونجوری بازی می‌کنه و البته که دفاع کردن خودش هم اصلا کار آسونی نیست، منظورم خوب دفاع کردن. اما توی دیگر بازی شب اول لیگ قهرمانان، توی مرحله 1/4 نهایی تیم‌های لیورپول و بنفیکا مسافه هم رفتن که این بازی رو هم لیورپول تونست 3-1 ببره و یک نمایش پر اقتدار و با صلابت دیگر از خودش تو این فصل به نمایش بذاره. لیورپولی هم از اول فصل مثل منچستر سیتی خیلی پرقدرت کار شروع کردن. اونا بعد از سیتی الان رتبه دومو دارن و اختلافشون فقط 3 امتیازه. توی گروه مرگ هم که با اختدار کامل صعود کردن، همه بازیاشون رو با برد پشت سر گذاشتن و توی مرحله قبلی هم مقابل اینتر قرار گرفتن که تونستن توی دو بازی رفت و برگشت در مجموع نتیجه 2-1 از اینتر قهرمان فصل پیش ایتالیا عبور کنن و به بنفیکا برسن که توی گروهش با بارن و بارسا هم گروه بود و کارش خیلی سخت بود برای صعود، اما موفق شدن این کار رو انجام بدن در عین شگفتی و به مرحله بعدی، مرحله 1/8 نهایی برسن، جایی که باز هم با یک حریف قدر دیگه روبرو شدن، یعنی آژاکس فوق‌العاده کار کرده بود توی لیگ هلند صدرنشین با اقتدار و بنفیکا با شکست دادن این آژاکس تونست به مرحله 1/4 نهایی پیدا کنه و با لیورپولی مقابله کنه که اون هم همراه با منسیتی از دید خیلی ها دوتا شانس اول قهرمانی توی این فصل لیگ قهرمانان هستن. خب البته گفتم لیورپول با این نمایش خیلی خوب و با ثبات تونست بنفیکا رو ببره و نشون بده که چرا هم ازش به عنوان یکی از بخت اصلی قهرمانی این فصل یاد میکنه. اما بریم سراغ شب دوم و بازی ویارال و بایرن، شبی که بایرن نتونست از پس حریف اسپانیایی خودش بر بیاد و یکیش بازنده شد توی اسپانیا تا کارش توی مونیخ سخت‌تر بشه. و به عنوان یه طرفدار بایرن باید بهتون بگم که اونقدری که رسانه‌ها و بقیه جا در مورد بایرن صحبت می‌کنن که و میگن چقدر خوبن، اصلا اینطوری نیست. بایرن تقریبا بعد از باخت 5-0 که جلوی گلادباخ داشت، افت خیلی زیادی تا الان داشت. یعنی تقریبا از اول فصل روند نزولی گرفتن و هر چقدر که اول فصل خوب بودن، هر چقدر گذشت بد و بدتر شدن و دیشب هم یه نمایش پرنقص داشتن. اونا خیلی شانس آوردن که حداقل به نظرم 4-5 گل رو نخوردن و واقعا ویارالی که از اول فصل هم آنچنان خوب نبوده، یه ذره دقت میکرد میتونست کار بایرن رو توی همین اسپانیا یکسره کنه، ولی خب بایرن شانس آورد. البته که خب میدونیم معمولا بایرن توی خونه خودش توی آلنزارنا توی مونیخ بازی های زیادی بوده که مثلا اینجوری باخته توی مرحله رفت، ولی بازی برگشت کاملا نبوده، توی مرحله قبلی هم همینطوری شد. اونا جلوی سارزبورگ نتیجه نامطمئن گرفتن، 1-1 کردن توی
اتریش، اما توی مونیخ 7 گل زدن به سالزبورگ و یه شب درخشان رو داشتن. خب بعد از سیتی و لیورپول خیلی بایرن شانس سوم قهرمانی میدونن، ولی خب اگه واقعا بخوام به این سبک بازی و به این نوع بازی ادامه بدن، بعید میدونم بایرن جای توی مدعی داشته باشه. و اگه ویارال یه ذره محکم و باهوش بازی کنه توی مونیخ، اصلا بعید نیست که بایرن حذف بشه و شگفتی بزرگ رقم بخوره توی لیگ قهرمانان. البته اگه بریم بالا به نظرم زیاد فرقی نداره، به نظرم لیورپول میبره آخر بایرن. و اما بریم سراغ بازی آخر این مرحله و حساس ترین بازی این مرحله، یعنی رئال مادرید و چلسی، که توی استنفورد بریج برگزار شد بازی. بعد از تمام حواشی که برای باشگاه چلسی به وجود اومد، مالکیتشون تعلیق شد، گفتن که تماشاگرشون توی این بازی نمیتونن حضور داشته باشن، فقط تعداد محدودی، و کلی حواشی دیگه که عملکرد چلسی توی چند تا بازی اخیر تحت تاثیر قرار داد دید. اونا جلوی برنتفورد 4-1 باختن، یه نتیجه فوق العاده عجیب توی استنفورد بریج رقم خورد. ولی خب هواداری چلسی امیدوار بودن که جلوی رئال اتفاق نیفته، بازیکن‌ها به خودشون بیان، اما از این خبرا نبود. رئال مادریدی که بعد از وقت 4-0 جلوی بارسلونا خیلی رو ناامید کرد، ولی خب اونا پاریس سن ژرمن رو حذف کرده بودن توی بازی دراماتیک، به این مرحله رسیده بودن توی لالیگا هم صدرنشینن و در کل وضعیتشون خوبه، شاید به فوق العاده سالهای قبلشون نباشه، ولی خب خوبن. و تمام این موضوعات این بازی جذاب‌تر از قبل کرده بود، اینکه هم منتظر بودن ببینن عملکرد چلسی چه جوریه و اینکه آیا اون باخت رئال جلوی بارسا فقط یه اتفاق بوده یا که نه، که آره یه اتفاق بود مثل این. و اما در نهایت این رئال مادرید بود که تونست با درخشش کریم بنزما، ستاره این روزهای خودش، ستاره که نفوق ستاره و واقعا دیگه نمیدونم چی بگم در مورد حاج کریم، بی‌نظیر داره کار میکنه. توی دو بازی اخیرش توی لیگ قهرمانان 6 گل به تنهایی به ثمر رسونده، و اگه بگیم که واقعا به تنهایی داره بار رئال این روزا به دوش میکشه، پربیرا نگفتیم. آمار بی‌نظیر این فصل حاج کریم خلق کرده و بازیای فوق العاده خوبی انجام داده. شاید یه زمانی بازیکن در خدمت رونالدو بود، ولی الان هم گل میزنه، هم پاس گل میده، هم بیشتر میاد عقب زمین و توی بازی سازی شرکت میکنه. چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، به نظرم کریم بنزما الان با این عملکرد شانس اول توپ طلا و عنوان بهترین بازیکن فیفا رو داره. اما البته نباید از دیگر بازیکنهای رئال هم بگذریم، از کورتوا که چند تا سیو خیلی خوب داشت و مانع از این شد که بازیکنهای چلسی گل بزنن و برگردن به بازی. تونی کروس که همیشه خوبه، یعنی کسی نمیتونه بیاد به کنه کروس یه بازی من یادم ازش که بد بازی کرده، این بشر همیشه خوبه. و لوکا مودریچ هم یه شب طلای دیگر رو پشت سر گذاشت، توی بازی برگشت با پاریس سن ژرمن فوق العاده بود. این بازی هم یه پاس گل برای کریم بنزما ارسال کرد، بازی درخشانی در خود از خودش ارائه داد و تمام اینها باعث شد که توماس توخل تیمش کیش و ماس بشن توی شهر خودشون و کار بسیار بسیار دشوار برای برگشتن توی بازی برگشت جلوی رئال داشته باشن. اما برنامه بازی دور برگشتم سه‌شنبه و چهارشنبه هفته بعد، تیم‌ها هر کدومشون یه بازی توی لیگ خودشون انجام میدن و بعد برمیگردن به لیگ قهرمانان تا بازی برگشت رو انجام بدن. خب این هم بود از ویدیو امروز. خیلی خیلی ممنون که ما رو تا اینجا تماشا کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، یادتون نره که حتما لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیو جدیدمون بی خبر نمونید. و اینکه نظر شما چیه، کدوم یکی از این تیم‌ها شانس کامبک توی بازی برگشت رو دارن و اینکه به نظر تون کدوم تیم این فصل میتونه قهرمان بشه و همه تیم‌ها رو کنار بزنه. حتما توی کامنت ها نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید، ما همشون رو میخونیم و قول میدیم به همشون هم پاسخ بدیم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین و فعلا خدا نگهدار.